سلام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 سنبله سال 1401 هجری شمسی است. در نخست سرخط خبرها 21مین سال روز حملات 11 سپتامبر. امارات اسلامی میگوید افغانستان در این حملات نقش ندارد. این حملات مربوط به افغانها نبود و نه افغانها در این حوادث دست داشتند و نه آگاهی داشتند. جان باختن 30 تن در اثر کرونا در یک ماه گذشته. وزارت صحت میگوید آمار مبتلایان بلند رفته است. تقریبا په تیر یوه میاشت کې موږ د کرونا د 16000 په شاوخوا کې مثبت واقعیت درلودل. بدبختانه چې په دې کې د 100 په شاوخوا کې موږ هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. نگرانی ها از افزایش بهای چند برابر سبزیجات در بلخ. فروشندگان میگویند که سبزیجات بیرویه به پاکستان صادر میشود. و آمار تکان دهنده خودکشی در جهان. مشروع خبرها من داریوش احمدی هستم. امروز 11 سپتامبر برابر است به 21مین سال حمله مرگبار در برج‌های تجارتی در آمریکا. 21 سال پیش از امروز در 11 سپتامبر 2001 اعضای شبکه القاعده پس از آن که 4 طیاره مسافربری را ربودند حملات را به برج‌های تجارت جهانی و وزارت دفاع آمریکا انجام دادند. حالا 21 سال از این حمله می‌گذرد. این حمله سبب شد تا آمریکا نظامیان را به سوی افغانستان سوق دهد و 20 سال به همین نام بجنگد. پس از 21 سال تاثیرات این حمله در افغانستان این که چه بوده است، نوید بهار نگاه به این واقعه داشته است. 11 سپتامبر سال 2001 روزی که بزرگترین حمله القاعده در امریکا به وقوع پیوست. در این حمله 19 تن از اعضای شبکه القاعده 4 طیاره مسافربری را ربودند و سپس 2 آن را به برج‌های تجارت جهانی در شهر نیویورک، 3 را به ساختمان پنتاگون اصابت دادند و اما طیاره 4 در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا سرگرم بازدید از یک مکتب در فلوریدا بود که رئیس دفترش خبر این حمله را به وی داد. بر بنیاد آمارها در این حمله حدود 3000 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. یک ماه پس از این حمله در 7 اکتبر جورج بوش رئیس جمهور امریکا دستور عملیات نظامی بر ضد القاعده در افغانستان را امضا کرد. این عملیات ها هدفمندانه به این دلیل برنامه‌ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می‌کند و دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند. با این ترتیب صدها هزار سرباز خارجی به شمول سربازان آمریکایی در چهارچوب یک ماموریت زیر نام ISAF در سال 2001 وارد افغانستان شدند. عملیات نظامی آمریکا در افغانستان منجر به سقوط امارات اسلامی شد و پس از آن حکومت به رهبری حامد کرزی به حمایت غربی ها در افغانستان روی کار آمد. اما این پایان کار نبود. در سال 2003 نیروهای امارات اسلامی جنگ های چریکی را در برابر نیروهای خارجی و حکومت جدید افغانستان آغاز کردند و با گذشت هر روز این جنگ شعله‌ور میشد. ماموریت 20 ساله امریکا و متحدینش در افغانستان ناکام بودند. نه تنها در مار کردن گروهای تروریستی داعش و القاعده موفق نبودند و نخواستند، بلکه خود استخبارات امریکا در ترویج و تشویق گروهای تروریستی در افغانستان تا فعلا هم نقش مهم دارد. امریکا 10 سال پس از حضورش در افغانستان در سال 2011 میلادی موفق به از بین بردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در یک عملیات ویژه توسط نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان شد. اما در افغانستان جنگ ها روز به روز شدت می گرفت و تلفات زیادی افزون بر طرف های درگیر به افراد ملکی نیز وارد می شد. پس از افزایش تلفات نیروهای خارجی در افغانستان امریکا در سال 2014 از صف محاربه بیرون شد و مسئولیت امنیتی را به نیروهای امنیتی وقت افغانستان واگذار کرد. اما طولانی شدن جنگ در افغانستان و مصارف میلیاردها دلار از سوی آمریکا در این جنگ ایالات متحده را وادار به شکست در برابر امارات اسلامی ساخت و آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی در 31 اگست سال گذشته میلادی مجبور به ترک افغانستان شدند. که امریکا دوباره رفت و از این ساعه یکی فشار روس و چین و یا بودن که با او تفاهم نداشت و دومی که مطالب دقیق از افغانان نداشتن، یعنی راه جنگ باید 100% در پیشرو نمیگرفتن، یک سر سیاست و پالیسی و دیپلماسی با افغانا باید میداشتن، متاسفانه که نکردن و همچنان نتونه که مسئله مذهبی امنیت افغانستان را مطالعه نکرده بود. این مسئله باعث شکست امریکا شد. امارت اسلامی اما میگوید که افغانستان هیچ نقشی در حملات 11 سپتامبر نداشت و امریکا به این بهانه به افغانستان تجاوز کرد. امارت اسلامی همچنان تحریم‌ها از سوی امریکا بر دولت جدید افغانستان را به نحو اقدام انتقام‌جویانه ایالات متحده برای شکستش در برابر امارت اسلامی می‌داند. مقام‌های امارت اسلامی اما میگویند که شکست امریکا و ناتو پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان درس بزرگی به قدرت‌های جهان است تا دیگر از مداخله‌ها و تجاوز بر حریم افغانستان دست بردارند. این حملات مربوط به افغان ها نبود و نه افغان ها دریم و حوادث دست داشتند و نه آگاهی داشتند. پس تمامی اقدامات و موقف گیری در قبال مردم افغانستان از اساس بیجا و ظالمانه و غیر منصفانه بود. امریکا پس از یک سال از پایان حضور نظامیش در افغانستان بار دیگر حمله هوایی توسط یک تیاره بی‌سرنشین در کابل را انجام داد و به تعقیب آن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که در این حمله ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را نابود کردند. اما این حمله واکنش تند امارت اسلامی را به دنبال داشت و امارت اسلامی اعلام کرد که این حمله تجاوز بر خاک افغانستان تلقی می شود و اجازه نخواهند داد تا این گونه حملات تکرار شود. کشورهای افغانستان، ایران، عراق و پاکستان به هدف جلوگیری از امراض ساری در یک نشست مشترک به توافق رسیدند. نشست وزیران صحت عامه این کشورها در تهران برگزار شده است. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید در این نشست روی 3 مورد مشخص به شمول کنترل امراض ساری در مرزها، بهبود خدمات صحی و ایجاد برنامه‌های آموزشی برای دکتران و کارمندان صحی توافق کردند. سرپرست وزارت صحت عامه که به هرات رفته است، شفاخانه حوزوی این ولایت را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تمام امکانات و تسهیلاتی که برای این شفاخانه لازم باشد فراهم خواهند ساخت. سرپرست وزارت صحت عامه اینجا در هرات از تفاهم‌نامه‌های همکاری ایران در قسمت صحت خبر می‌دهد. طی روزهای گذشته در نشست مشترک ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و سازمان صحی جهان در تهران روی چگونگی کنترل امراض ساری در مرزها، ایجاد زمینه‌های آموزشی برای دکتران افغان در ایران و همکاری‌های بیشتر صحی به توافق رسیدند. واقعا که مودیدی سر ډیر برنامه مخته چې ان شاء الله په دانګدی وخت کې به افغانستان ډیر زیات ډاکټر صاحبان د ایران په تش پته مختلفو طبي پوهنځیو کې الته د موږ محصلین به معرفي کیږي. د دین علاوه په ډیرو تخصصي شفاخانو کې به هلته د موږ ډاکټر صاحبان د تخصص لپاره په مختلفو بخشونو کې معرفي کیږي. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید مراکز صحی به ویژه شفاخانه‌های کلان کشور نیاز به امکانات و تجهیزات بیشتر دارد تا کارمندان صحی بتوانند خدمات بهتر به مردم ارائه کنند. او در بازدید از شفاخانه حوزوی هرات تاکید می‌کند که روی بهبود سیستم صحی تلاش خواهند کرد و مشکلات این شفاخانه را به زودی برطرف می‌سازند. هرات یقیناً په دې سیمه په دې منطقه کې یو مرکزیت لري او دویم ډېرې داسې ولایتونه دي، محروم ولایتونه دي چې د هغوی لوړ بوج هم په هرات باندې ده. نو په اول قدم کې موږ کوشش کوو چې موږ د خپل صحي سیستم دا رقم تیار کړو او دا رقم موډیفای کړو. وکولای شو چې د افغانستان په هر ګوټ کې، یعنی په ټولو یو وایت ایریاو کې، سپینو ساحو کې موږ هلته فکس سنتر جوړ کړو. با این حال برخی مریضان در این شفاخانه از کمبود دوا و تجهیزات شکایت دارند. آنها میگویند بیشتر داروها از بیرون خریداری میکنند و امکانات کافی در این شفاخانه وجود ندارد. به شفاخانه میام حتی یک انتراکات به من رایگان نمیده. من امروز یک بیوزنی میشته یک مریض خود تداوی کنم، برای من نقصین میرم، راست من عزیب زی میگم امروز من ندارم که پول میدو سیاست خود تداوی کنم. دکتران خوش رسیده که عملیات شیه گرده خوش رسیده که کردی، اما دوا مشکل دی. دواش مثلا مور په شخصی پیسو را نیست، دغه پر مور ګرانه تمامیش. شفاخانه حوزوی هرات روزانه پذیرای 1000 مریض می باشد. بر علاوه هرات مریضان از 4 ولایت دیگر نیز به این شفاخانه مراجعه می کنند. سرپرست وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که در نشست کشورهای تحت نام G5 به نتایج خوبی دست یافتند و در آینده تغییرات بهتر در سیستم صحت کشور رونما خواهد شد. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. در یک ماه گذشته 30 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. وزارت صحت عامه میگوید که در این یک ماه 6,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و روند ابتلا به این ویروس رو به افزایش است. وزارت صحت عامه میگوید که در نظر دارند تا 12 میلیون تن در کشور واکسن کرونا دریافت کنند. فرهناز فریبارز گزارش میدهد. در آستانه رسیدن زمستان نگرانی ها بار دیگر از بهر گسترش ویروس کرونا افزایش یافته است. وزارت صحت عامه میگوید که در یک ماه گذشته 6,000 تن به کرونا مبتلا شده که از این میان 30 تن جان باخته است. تقریبا په تیر یوه میاشت کې موږ د کرونا د 6,000 په شاوخوا کې مثبت واقعیت درلودل. بدبختانه چې په دې کې د 13 په شاوخوا کې موږ هوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی. این گونه هم مسئولان شفاخانه افغان ژاپن تنها شفاخانه کووید 19 در پایتخت میگویند که در یک ماه گذشته حدود 100 تن در این مرکز مراجعه کرده و از این میان 67 تن بستری و 12 مورد مرگ ناشی از این ویروس در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است. همچنین روزانه به تعداد 8 الی 10 تن نتیجه آزمایشان مثبت می باشد. تقریبا یو نیمه میاشت دو میاشتې مخکې موږ روغتون کې د 50 شاوخوا کې مریضان بستر لرل چې یوه هفته دوه هفتې مخکې دا تقریبا 15 کسانو ته ورسېدل، خو دا پیلن زه نن هم 17 کسان ناروغان په روغتون کې بستر لرم. همدا شکل د صرافه په شکل باندې هم د 100 شاوخوا کې مریضان موږ ته مراجعه کوي. پخوا به چې کله موږ د PCR ټیسټونه کول یا جن اکسپرت چې کووید مثبت یا منفي ده، تقریبا موږ به د ورځې 13 ټسټه کول او به یو دوه یا مثبت یا بنو هو ولې دا هفته دوه هفته کېږي چې تقریبا روزانه د 8 تر 10 پورې شاوخوا ټسټونه موږ سره مثبت راځي. ولی امکانات به قدر کافی فعلا در شفاخانه وجود داره از ناحیه سپلای برای مریضایمون که دوا برشون به وقت رسیدگی میشوه. اکسیژن من فریمان است. انشالله در قسمت سپلای ما هیچ مشکل نداریم. برای فعلا شمار از مریضداران هم از خدمات شفاخانه افغان ژاپن خرسند به نظر می رسند. من دوا و چیزا میتونم دیگه خدمت میتونم مریضی ما دیگه در 60% رسیده است. امکانات خو الحمدلله خوب است ولی مریض ما تقریبا 1-2 روز میشه. امکانات همه چیزا فراهم شده، همه خدمت‌ها دکترها از کوشش خودش میکنه و خوب راحت است. چی علائم داشت که شستش خراب است؟ والله مون مریض خو دا علائم درلوده سه په کلینیکو کې معاینات وکړ نو هلته صحیح معاینات ونه کړ. مونږه ټوخی لري سه بلغم زیات ده نو کوشش مو وکړه چې دلته یې راوړو. دلته هم راوړو اوس هم معاینات ورکړي یوه باجه کېږي چې له خیره معاینات به معلوم شي چې د علائم څه ده او نور معاینات انشاءالله دلته ښه کېږي. مخکې مریضان موږ راوړي. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه کشور از اقدامات جدی برای مبارزه با این ویروس در سراسر کشور خبر داده میگوید امسال حدود 12 میلیون تن واکسن کووید 19 دریافت خواهند کرد. موږ ټارګټ 12 میلیونه ده. نور را روانه دوه کمپاینونه چې موږ وشي یا 3 کمپاینونه باندې به ان شاء الله د موږ به مکمل تقریبا 12 میلیونه کمپلیټلی ویکسینیټ شي. د دې نه علاوه په شفاخانو کې موږ مکمل الته د کرونا د مریضانو لپاره مجهز سنټرې او د دوی د تداوی لپاره ټول هرڅه امکانات لرو. پیشتر سازمان جهانی صحت نیز از افزایش واقعیت ویروس کرونا در یک ماه گذشته خبر داده و گفته که در این مدت نتایج نزدیک به 6,900 تن مثبت بوده و 29 تن پس از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. این سازمان هرچند از کمپاین ملی واکسین بین ماه‌های جولای و اگست سال روان میلادی خبر داده و تاکید کرده که برای بیش از 4 میلیون نفر زیر سن 18 و بالاتر از آن در 34 ولایت رسیدگی کردند. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید 6,000 پروژه نیمه تمام که بودجه یا نسوی بانک جهانی تمویل میشد در 34 ولایت کشور متوقف است. معین این وزارت تاکید میکند که تلاش ها برای چگونگی آغاز کار این پروژه ها جریان دارد و همچنان برای سرگیری کار پروژه های نیمه تمام که از سوی بودجه ملی تمویل میشد نیز بحث جریان دارد. با گفته سید احمد مستقیم در یک سال گذشته به ارزش 160 میلیون افغانی کار 42 پروژه آبرسانی در 20 ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. با توقف حمایت بانک جهانی از پروژه ها 6,000 پروژه در 34 ولایت افغانستان نیمه تمام مانده است. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید تلاش ها برای چگونگی آغاز کار این پروژه ها جریان دارد و همچنان بر اثرگیری کار پروژه های نیمه تمام که از سوی بودجه ملی تمویل می شد نیز جریان دارد. سید احمد مستقیم معین این وزارت اما تاکید می کند کار روی 45 پروژه آبرسانی به ارزش 195 میلیون افغانی در 15 ولایت جریان دارد و برای 1,000 تن زمینه کار مساعد شده است. تقریبا 6,000 شاوخوا پروژه مر نیمه کاره لرو چې پاتې دي او په کومه پروژه چې کار روان شوی دغه تقریبا د بانک آسیایي هغه پروژې دي چې د شوراګانو اکاونټو ته پیسې تللې دي، هغوی اجازه کړې ده او موږ په لګیا یو کره تعداد خو یې نه در معلوم خو بر صورت په کم اندازه باندې کار باندې روان ده. آقای مستقیم همچنان میگوید 42 پروژه آبرسانی به همکاری یونیسف، وزارت مالیه و وزارت معارف به بهره برداری سپرده شده است. به گفته او این پروژه ها آب آشامیدنی و خدمات صحی را برای 78,000 نفر فراهم کرده و نیز برای 100,000 تن زمینه کار را مساعد ساخته بود. در این نشست همچنان گفته شد برای اجرای طرح‌های صحی 44 تفاهمنامه جهت دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی با مؤسسات همکار امضا شده که حدود 2 میلیون تن از آب صحی بهره مند خواهند شد. د هیواد په 40 ولایتونو کې په ټول 42 پروژه چې 34 یې د یونیسف او 8 د وزارت مالیه په مالی لګښت تکمیل او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي، چې په نتیجه کې 28,000 کسانو ته د څښاک پاک او صحي اوبه برابرې شوي دي. پر یادو پروژو څه باندې 160 میلیون افغانۍ لګښت راغلی ده او ځایي خلکو ته 100,000 کاري ورځې برابرې شوي دي. ټولو انجوګانو د وزارت سره په تفاهم سروې کړې او وروسته فند اخیستی ده د خارجي ډونرانو څخه. بیا د وزارت سره په هماهنګۍ باندې دوی په کلیوالي سیمو کې د اوبو لګولې مربوطه سترکچرونو په برخه کې کار روان ده، لکه استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي او چک ډیمونه دي، کاریزونه دي. په دې برخه کې دوی سره کار روان ده. مسئولان این وزارت همچنان میگویند 100 پروژه کانال آبیاری به ارزش 300 میلیون افغانی در ولایت‌های کندهار، فرا، بادغیس، کندوز، بغلان و لوگر با مؤسسات غیر دولتی روی دست است و در مورد تطبیق آن نیز توافق صورت گرفته است. افزایش بهای بی پیشینه سبزیجات مانند بادنجان رومی و پیاز در ولایت بلخ افزایش یافته است. دهاقین میگویند که در پی افزایش صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان به پاکستان قیمت پیاز و بادنجان رومی در ولایت بلخ افزایش یافته و مردم میگویند که آنان توان خرید را ندارند. باشندگان بلخ از حکومت میخواهند که مصارف داخلی را اولویت بدهند و روند صادرات را نیز کنترل کنند. مسئولان محلی در بلخ هم میگویند که قیمت ها نه تنها در بلخ بلکه در کل کشور افزایش یافته است. اینجا مارکت میوه و سبزیجات در ولایت بلخ است، جایی که نرخ و نوای میوه‌جات و سبزیجات بازارهای شمال کشور را تعیین می‌کند. فروشندگان و خریداران در این مارکت میگویند که در یک هفته گذشته قیمت رومی و پیاز افزایش سرسام‌آور داشته، در حالی که در سالهای گذشته در همین شب و روزها قیمت‌ها بسیار پایین بوده است. دلیلش همین است که مثلا بعضی ولایت‌ها بارنده که زیاد فصل سیل لغت کرده، دیگه دوم از اینکه میره پاکستان اینجا کم که بود قیمت میشه دیگه. فروشندگان در بلخ اما میگویند که صادر شدن بیرویه رومی و پیاز به پاکستان قیمت ها را چند برابر بلند برده است. امسال همه باد بارانگری که زیادتر شد در لوگر و طرف های اندراب و دیگر چاریکار، یعنی طرف بدر پاکستان صادرات میشه. شمار دیگر میگویند امسال به دلیل بلند بودن کود کیمیایی دهقانان کمتر رومی پیاز کشت کردند. از همین رو قیمت این دو فراورده زراعتی بلند است. به خاطر قیمت شده که خو همین سیلی که آمدم خبر است این طرف فرا و لوگر اینجا که این کشتار مکمل از بین برده و دیگه از اینکه همین سال که خودم خوبتر خبر است که خلطکو در 4000 و 4500 رسیده، همین سال دهقانین کشت کردن نتونسته به خاطر که هم تیل دیزل قیمت است، در جنراتور اینا تیل میخورن. فقط کود باید ارزان شود که دهقانکار ترقی میکنه در کود او تیل. دو چیز عمده است. در کشوری که تیل قیمت باشه و کود قیمت باشه زراعت اصلا رشد نمیکنه. با این همه شماری از کارشناسان نبود یک مکانیزم مشخص از سوی حکومت برای کنترل بازار را از دلایل نوسانات در بازارها میدانند، اما دید مثلا در ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ این گونه است. میپذیرم من وجه چون که درست کنترل دارن، امارات یا دولت کنترل دارن، اما قیمت در هر جا بالا رفته. همین کود کیمیایی که از بیرون وارد میکنه قیمت وارد میشوه، از همین خاطر قیمتش بالا رفته. گفتنی است که با افزایش قیمت‌ها به خصوص محصولات زراعتی، یکی از خواسته‌های مهم دهقانان این است که دولت بخش‌های زراعت و مالداری را در کشور حمایت بیشتر کند و منابع مالی و تکنیکی را در اختیار دهقین قرار دهد. چند خبر کوتاه دیگر. صندوق کودکان ملل متحد میگوید که 21 تیم صحی و تغذیه‌ای نداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه می کنند. یونیسف گفته که هزاران خانواده از سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شدند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نشان می دهد که از ماه سرطان حدود 200 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان جان باختند. شب گذشته کابل بار دیگر شاهد یک انفجار بود. سخنگوی قماندانی امنی کابل گفته که در انفجار شام گذشته در پایتخت 3 نفر زخمی شدند. به گفته خالد زدران، انفجار در حوزه 18 شهر کابل ناشی از بم جاسازی شده در یک بایسکل اتفاق افتاده است. نهادهای مرتبط به سازمان ملل به زودی کار ایمار مجدد در ولسوالی گیان را آغاز می کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که نیاز است پس از رسیدگی به نیازمندی های زلزله زدگان با آنان منازل دائمی احیا شود. معاون یونما در دیدار با معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته است که این نهاد آماده است تا 3000 منزل را دوباره بازسازی کند و برای این کار نیاز به اجازه دولت دارد. با این حال برای مؤسسات دیگر نیز اجازه داده شد تا سر از فردا کار خود را در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا آغاز نمایند. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. حال هم خبرهای اقتصادی. اداره خط آهن افغانستان توافقنامه‌ای را برای ایجاد دهلیز جدید تجارتی با ادارات خط آهن کشورهای چین، قرقزستان و ازبکستان امضا کرده است. بر بنیاد این توافقنامه قرار است کالاهای تجارتی از کشور چین توسط خط آهن به افغانستان انتقال یابد و همین گونه از افغانستان به چین صادر شود. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگویند که با عملی شدن این توافقنامه سهولت‌های بیشتر ایجاد شده و بهای کالاهای تجارتی هم کاهش خواهد یافت. توافق روی ایجاد یک دهلیز جدید تجارتی میان اداره‌های خط آهن افغانستان، چین، قرقزستان و ازبکستان. نمایندگان اداره خط آهن افغانستان پس از 2 روز رایزنی در تاشکند روی ایجاد یک دهلیز تازه تجارتی با کشورهای چین، قرقزستان و ازبکستان به توافق رسیدند. پرون جمعه دیدی بحثونو پای که یا توافق لیک امضا شو او دغه رسما به دغه اقتصادي دهلیز خپل کار پیلوي. دغه اقتصادي دهلیز د افغانستان لپاره ډېری ګټې لري. د دې ګټو له ډلې ویلی شو چې هغه مالونه چې مخکې د کانټینر له لارې د ځمکني ترانسپورټ له لارې د موټرو له لارې په دوو میاشتو کې له چین افغانستان ته رسېدل اوس به د ریلګاډي په واسطه په دوو اونیو کې افغانستان ته رسیږي. این توافقنامه که برای 3 ماه به گونه آزمایشی به امضا رسیده، کالاهای تجارتی در مدت بسیار کم از چین به قرقزستان و سپس توسط خط آهن ازبکستان به ولایت بلخ آمده و تخلیه خواهد شد. و همچنان برعکس، تولیدات داخلی افغانستان و کالاهای ترانزیتی از طریق این دهلیز به چین انتقال خواهد شد. موقف و پالیسی امارت اسلامی ما این است که باید با تمام کشورها من جمله کشورهای همسایه ما نزدیک ما روابط و تعاملات تجارتی و اقتصاد محور داشته باشه. پس تحرکی که در این مورد صورت میگیرد طبیعی است که مثمر و نتیجه بخش است. بخش خصوصی افغانستان هم از این توافق استقبال کرده میگویند اگر عملی شدن این توافقنامه بر روی کاغذ باقی نماند، تجارت با این کشورها گسترش یافته و سهولت‌های بیشتر برای تاجران ایجاد خواهد کرد. ما به امید هستیم که در روی کاغذ نمانند و عملی شود و سهولت‌ها ایجاد شود برای تاجر و سرمایه‌دار و هم به مارکت چین اموال ما به وقت و زمان برسند و هم اموال ما از بازار چین خصوصا مواد خوراکه و مواد مصرفی، مواد خام فابریکات ما به وقت و زمان به افغانستان درسه. بلان وطاق تجارت و سرمایه‌گذاری این قرارداد تقدیر میکنند و کوشش خواهد کردیم که از همون کریدور استفاده کنیم. آگاهان میگویند ایجاد دهلیزهای جدید اقتصادی میتواند افغانستان را از وابستگی اقتصادی و تجارتی با کشورهای همسایه خارج کند. با باز کردن چنین دهلیز که دهلیز آسیا میانه و یورشیا است به افغانستان به یورشیا، ما میتونیم نقطه وصال آسیا میانه به آسیا جنوبی شویم که در حقیقت افغانستان مرکز و میراق از او قرار میگیره و یک بار دیگه افغانستان قلب آسیا میگردن. از این لحاظ فکر میکنم که این مسئله یکی از حرفهای بسیار پیشرو و پیشرفته است که در طول 1 سال دیده میشه. همزمان با این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در رشته‌تیویدهای نگاشته که تنها در 7 روز از طریق خط آهن بندرهای حیرتان، آقینه و تورغندی 74757 تن مواد نفتی و غیر نفتی انتقالات صورت گرفته است. نرخ ارزها. وقف کوتا. ادامه خبرها. شماره از افراد دارای معلولیت در تخار از کندی کار در ریاست شهدا و معلولین تخار شکایت دارند. به گفته آنان چندین ماه می شود که به خاطر به دست آوردن امتیازهایشان سرگردان هستند و به کارهای آنان رسیدگی نمی شود. مسئولان ریاست شهدا و معلولین ازدحام بیش از حد مردم را دلیل کندی کار می دانند و می گویند برای اکثر افراد که مستحق شناخته شدند حقوقشان پرداخت شده و کار روی تثبیت افراد مستحق دیگر جریان دارد. شمار افراد دارای معلولیت و ورثه جان باختگان جنگ‌های گذشته در ولایت تخار از کندی کار در ریاست شهدا و معلولین نگرانی دارند. میگویند چند بار می شود به خاطر حق امتیازشان از ولسوالی‌ها به این ریاست مراجعه می کنند اما تا اکنون به مشکلاتشان رسیدگی نشده است. ما معلول هستیم، فهمیدید؟ فقط اینی 3 سال میشه با ما 6 ماه دولت دادن اینی 2 سال میشه ما مردم اینا گبلادر امروز باور کن 9 ماه میشه فرما پر کردن سه پرای دروغ میگه کابل رفته ایسی رفته اون رفته از زیر مزیره انتقال نمیتن روی پلیس با مم نمیدارم چه خم میدار چه خم نمیدار چی هم خرچ رمون ایورسال چوجو فرما میتونه اونه. وارثین جان باختگان و افراد دارای معلولیت از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. پای ما او طرفش چی بود؟ دولت بود، این طرفش طالب بود. باز در مابینش ماندیم، باز برادر تایره زد، پرچه تایره ایره زد آوردیم دیگه در کندوز باز دیگه ایره بریدیم دیگه. یادای خینه چند رو میشه که به ما نمیتیم، ما را کم میتیم. اینه دو پاری نه 15,000 مونده اینه این سال ما میتونیم چی کنیم. اما مسئولان ریاست شهدا و معلولین میگوید که نزدیک به 1,000 ورثه شهدا و افراد معلول را از نظامی و ملکی امارت اسلامی را در 1 سال به ثبت رساندند که معاش تمامی آنان پرداخت شده است. به گفته رئیس این نهاد از میان 10,000 افراد معلول و ورثه جان باختگان نظامی و ملکی بیش از 2,000 تثبیت شده و معاش اکثریت آنان پرداخت شده است. تقریبا 2,000 نفر معلولین ملکی را ما برایشان حقوق حواله کردیم، حقوق داریم. دیگر از نظام قبلی هم 120 نفرش حقوق داریم از نظام قبلی که معلولینش، اما مقتولونش تقریبا 1,000 زیادتر نفر حقوق داریم. به گفته رئیس شهدا و معلولین روزانه بیش از 100 نفر به خاطر گرفتن امتیاز معلولیت درخواستی می آورند که به عرایض 25 تا 30 نفر رسیدگی صورت می گیرد و ازدحام زیاد مردم روند را کند ساخته است. 100 نفر مراجعه می کنه سیب از هر بخش دیگه، از نظام قبلی باشد، از اماراتی باشد، این 20 نفر و 30 نفر اینها که رسیدگی صورت می گیرند مشکلشان حل می شود. در حکومت گذشته اما افراد دارای معلولیت ورثه جان باختگان نظامی و ملکی به 10,000 نفر می رسید که بر اساس فیصدی معلولیت از 30,000 تا 100,000 سالانه حقوق به دست می آوردند. اما اکنون بر اساس درجه بندی هر فرد معلول ماهوار از 3 تا 8,000 افغانی معاش می گیرند. برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید aryananiws.af. از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خدا نگهدار.